با سلام و درود به شما مردم آزاده و مبارز ایران. امروز اولین روزی بود که محاکمات فرمایشی از دستگیر شدگان این دوره شروع شد و صدا و سیما و بقیه ارگانهای تبلیغاتی رژیم شروع کردن که روی مسئله تبلیغات همیشگی خودشونو بکنن، مبنی بر اینکه اینها پشیمان شدن یا اینها اعتراف کردن که اشتباه کردن، در تظاهرات شرکت کردن یا اصلا تقلبی در کار نبوده، انتخابات کاملا قانونی بوده، درست بوده. و از جمله از قول ابتهی رئیس دفتر خاتمی و رئیس مجمع روحانیون مبارز که یکی از اون به اصطلاح مهره‌های بالای دو خردادی هست و دستگیر شده بوده، ایشون گفته یا از قول ایشون گفتن در دادگاه که در تظاهرات مثلا نباید شرکت میکردیم، این تظاهرات از خارج رهبری میشد و انتخابات هم خیلی درست بوده و هیچ اشکالی نداشت و غیره. البته متعاقب اون سایت‌های وابسته به موسوی و دوی خردادی ها اعلام کردن که اینها دروغه، حتی این حرفا هم ایشون در دادگاه نزده. و حول این مسئله همطور که انتظار میرفت، یک حکومت از یک طرف شروع کرده به این که یک کارزار تبلیغاتی راه بندازه و در مقابلش در جوابش جناح مخالف هم داره جوابشو میده، داره میگه اینطور نیست، دروغ فرمایشی به زور بوده، شکنجه کردین و غیره. این که این محاکمات و این نوع اعترافات چه خصلتی داره، واقعیت چیز، فکر کنم برای ما مردم این دیگه روشنه، همه میدونن که این بساط رو حکومت به راه انداخته برای اینکه به نحوی از زیر فشار مبارزات شما مردم فرار کنه و راهی پیدا کنه برای اینکه بگه این تظاهرات مردم نیست، این اعتراضات از خارج مثلا رهبری میشه. همون تبلیغاتی که از بعد از انتخابات اینها شروع کردن، حالا با این انتخابات مثلا میخوان مدرکی برایش فراهم کنن، مستندش کنن به قول خودشون، در حالی که از پیش همه میدونستن که اینها یک نمایش خواهد بود، همه میدونستن یک ذره حقیقت در این نوع اعتراف گیری ها و این نوع محاکمات نیست. و حتی بعضی از مقامات دوی خردادی هم از پیش اعلام کردن که این شیوه ها دیگه کاربردی نداره، گفتن اینها شیوه های نخنما شده هست. و من هم دقیقا امروز میخوام در مورد همین صحبت کنم. سوال من اینه، چطور شده که این شیوه ها نخنما شده است؟ اولین معنی این هست که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی دست به چنین محاکماتی میزنه، سابقه ای داره، گذشته ای داره. این اولین معنی این هست که این شیوه ها نخنما شده است. و معنی دومش هم این هست که رژیم رسواست، مردم میدونن پشت این محاکمات چی خوابیده، از شکنجه ها و از فشارهایی که حکومت بر زندانیان و به خصوص مخالفان سیاسی خودش وارد میکنه همه باخبرن. و بنابراین این یک حقیقتی است که این شیوه ها نخنما شده است، این شیوه ها رو مردم میشناسن و فقط باعث رسوایی بیشتر و از اون طرف خشم و برانگیختن تنفر بیشتر توی مردم خواهد شد. نکته اینجاست که این اولین باره که حالا چنین بساطی رو برای حکومت، برای بخش دیگری از خودش، برای جناح دیگری از خودش به راه انداخته، یعنی همین جناح دوی خردادی ها، موسوی، رفسنجانی و غیره. و خیلی از اینهایی که در این صد نفری که امروز به سراغ دادگاهشون شروع شده و این تبلیغات رو به دورش به راه انداختن، بسیاری از اینها خودشون دور مهره‌های خیلی بالای همین حکومت بودن، در دورهای قبلی مسئولیت‌هایی داشتن، پست‌های بالایی داشتن، به خصوص از جمله در دوره خود جناب موسوی و در دوره خاتمی، یعنی برای نزدیک 16 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی. کسانی که امروز دارن محاکمه میشن و این سخنان رو در به زبانشان میگذارن و با این فشارها مجبور به این اعترافاتشون کردن، بسیاری از همین متهمین در گذشته در دوره‌های قبلی اون طرف میز نشسته بودن، یعنی جزء محاکمه کنندگان بودن. و اگر این شیوه ها نخنما شده به خاطر اینکه از جمله در دوره جناب موسوی و در دوره جناب خاتمی و در همه دوره‌های جمهوری اسلامی با همین شیوه ها همیشه حکومت به سراغ مخالفینش رفته، امروز اگر چیزی فرق کرده این هست که بخشی از خودی ها
قربانی همین شیوه های حکومت هستن. ولی نکته مهمتر این هست که همین بخش خودی ها تا دیروز جزء کسانی بودن که این شیوه ها رو به کار می بردن. محاکمات 5 دقیقه‌ای، حالا با اعتراف یا بدون اعتراف، محاکمات سرپایی، از جمله کشتاری که اینها در کردستان بعد از یورش به کردستان کردند که یک هفته دیگه 28 مرداد سالگرد اون هست، با همین نوع محاکمات برگزار شد. جوانها رو گرفتن، دسته دسته جلوی جوخهای اعدام گذاشتن، نه دادگاهی در کار بود، نه محاکمه‌ای در کار بود و نه معلوم بود اصلا قاضی کیه، دادستان کیه، وکیل کیه، مدافع کیه، اصلا این حرفا خبری نبود. که تو قانون یا سنت یا قاموس هیچ کشور و هیچ جامعه بین اصلا محاکمه نمیشه گفت. این یکی از اون نمونه هایی بود که امروز این شیوه ها رو نخل ما کرده. نمونه دیگه، تابستان 67 در دوره‌ای که خود جناب موسوی نخست وزیر بود، هزاران نفر رو، اقل رقم دقیقش رو هیچ کس نمیدونه، ولی مسلما ده ها هزار نفر رو اینها به این شیوه اعدام کردن و در گورستان ها بینامونشان در گورهای دست جمعی در گورستان های مثل خاوران دفن کردن دوره زمامداری جناب موسوی. و امروز این شیوه ها اگر رسواست، اگر نخنماست، به خاطر اینکه این سابقه پشتش هست، زمانی که امثال موسوی ها خودشون از بالاترین رده های مسئول در جمهوری اسلامی بودن. و تا اونجا هم که به اعترافات تلویزیونی برمیگرده، باز این هم اولین بار نیست. بسیاری از سازمان های مختلف مخالف رو جمهوری اسلامی دستگیر کرد، به تلویزیون آورد، همین نوع اعترافات رو زیر شکنجه از اونها گرفت. و اون موقع این افرادی که امروز جزء معترضین هستن، نه تنها هیچ اعتراضی نکردن، بلکه همونطور که گفتم خودشون جزء محاکمه کنندگان بودن. و امروز خیار در کوزه افتاده. کسی که همین شیوه ها رو مرسوم کرده و به کار برده و هزار هزار محاکمه کرده، اعدام کرده، ده ها نفر رو به اعترافات به اصطلاح تلویزیونی کشونده، اینها جمعی رو به اسم تواب به راه انداختن، یک فرهنگ تواب سازی رو به قول خودشون به راه انداختن در جامعه، رده ای از افراد رو ایجاد کردن که اینا جز توابین هستن و همین اینا زیر فشار همین شکنجه هایی که حتی شنیدنش مو بر تن انسان راست میکنه اتفاق افتاده. این حقیقت پنهانی نبود از دید مردم اون جامعه، ولی امروز این شیوه ها کار به جایی رسیده، انقدر جمهوری اسلامی به استیصال و درماندگی افتاده که حالا داره همین شیوه ها رو بر علیه بخشی از خود حکومت به کار میبره، بر علیه جناح مخالف به کار میبره. تازگیش فقط در این هست. البته یک فاکتور، یک عامل دیگه هم هست که اون اساس کار هست، اون همین که این شیوه ها در دوره‌ای داره انجام میشه که مردم در مقیاس صدها هزار نفر و میلیون نفره در خیابان ها هستن، روز و شب اعتراض میکنن، دارن شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، دارن شعار میدن مرگ بر خامنه ای و دارن میگن که ما نمیخوایم شما رو، باید برید پی کارتون، باید شرتون رو از سر جامعه کم کنید. مسئله فقط نیست، مسئله فقط محدود نمیشه به این نوع محاکمات مخالفین سیاسی که این در خود بنزه کافی برای سرنگون کردن 10 تا رژیم کافیه. یعنی فرض کنید اگر یکی از این نمونه، فقط یکی از این نمونه دادگاه های فرمایشی و اعترافات فرمایشی در هر جامعه‌ای که حداقلی از قانون و تمدن درش هست اتفاق می افتاد، اون دولت همون روز اول سرنگون می شد، به زیرش می کشیدن، به استعفا وادارش می کردن و مسئولینش رو محاکمه می کردن. حتی اگر در کشوری مثل یونان، مثل ترکیه، مثل قبرس این اتفاق بیفته، چنان بحرانی سراسر اون حکومت رو میگیره که حتی 2 روز هم نمیتونه دوام بیاره. جمهوری اسلامی 30 ساله داره این کارو میکنه، 30 ساله با همین شیوه ها به سراغ مخالفینش میره و این بنزه کافی حکم محکومیت این رژیم رو صادر میکنه. این کافیست برای اینکه کل این سردمداران رو، نه اونهایی که امروز در مقام دادستان و قاضی و غیره دارن محاکمه میکنن، بلکه اونهایی که امروز دارن محاکمه میشن، کسانی مثل ابتهی و امثاله و موسوی و خاتمی و غیره، اینها هم